سلام به همه شما دوستان عزیزم امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه من احسان هستم با هم دیگه خبرهای روز آلمان رو که امروز خبر بسیار مهمی هست با هم دیگه مرور می‌کنیم. همه درس آموزش زبان آلمانی دویچ پرزیش تیوی رو که آلمانی رو از صفر تا صدش رو در قالب بیش از هزار تا درس ما کار کردیم در دویچ پرزیش دات کام میتونید پیدا کنید همچنین سوالات گواهی را میتونید اونجا پیدا کنید سوالا همیشه به روز و کامل هستند خب بریم هم دیگه خبرهای امروز رو چک کنیم ناخشتن اختن 2021 هشت دوازه 2021 امروز خبر بسیار مهمی در آلمان منتشر شد و اینکه در ارتباط با بوندس کانسلا یا صدر اعظم جدید آلمان هست که ایشون جانشین خانم آنگلا مرکل شدن که بعد از 16 سال زمامداری به قول معروف دیگه کنار رفتن و اولاف شلز صدراعظم جدید آلمان خواهند بود نویا بوندسکانسلر اولاف Scholz، صدراعظم جدید اولاف Scholz. حالا بریم با هم دیگه یک رزومه کوتاهی از آقای شولز مرور بکنیم با گذشتش بیشتر آشنا بشیم و ببینیم که گذشته کاری و سیاسی چجوری بوده و چه برنامه هایی در پیش رو داره Er wurde in Osnabrück geboren und in Hamburg aufgewachsen. Oder Osnabrück bedeutet er und in Hamburg besorgt Scholz, 63 Jahre alt, studierte Jura und arbeitete als Fachanwalt für Arbeitsrecht. Scholz geschah sozialisch herst. Recht. Der es handelte, dass er tätig war, war Recht und Rechtsanwalt und war bei وکیل در حوزه حقوق کار کار میکرده. 2018 lebt ایر میت seiner Frau بریتا ارنس این پوتسدام. از سال, و... از سال 2018 تا کنون او با همسرش خانم بغیتا ارنس در پوتسدام زندگی میکنه. Seine هوبیز زین جوگن رودان و لیزن. کارهای مورد علاقه ایشون پیاده روی و کوهنوردی هست پارو زدن منظور قایق سواری و خواندن یوغا یعنی رشته حقوق در دانشگاه شتودیت گذشته از پخطیقی یعنی درس خاند آبایتت همچنین گذشته است یعنی کار کرد به عنوان فاخ آنوالد آنوالد هم یعنی وکیل فیل Posten in der SPD und im Staat. شغل های گوناگونی داشته در حزب SPD و همچنین در شتات یعنی دولتی که یا رگیرونگی که بر کشور حکومت میکنه. نیبن سالگاشن پتای امتان اتفا از جنر... جنرال زکرتر او دا میتگلید ایم SPD فرشتند و شلس انتا اندرم هامبورگز ارستا برگمائستا Bundesarbeits- und zuletzt Bundesfinanzminister. در کنار شغلهای گوناگون و زیادی که در حزب خودش SPD داشته در آمتها یا اداره های مختلف این حزب اکتیو بوده یا کار میکرده مثل سمت دبیر کلی حزب و یا عضو اون رؤسای یا بالاترین رده ی حزب اسپد بوده آقای شولز همچنین اولین بوگامایستا یا شهردار هامبورگ بوده و همچنین وزیر کار و در آخر وزیر مالی یا درست وزیر مالیات آلمان بوده که سمت بوده که در شتاد داشته موقعی که در از شغل هایی بوده که علا رقم این که در حزب خودش داشته شغل های کشوری هم داشته پتای آمت یعنی اداره های هر حزب گنقال زکرته یعنی همون دبیر کل فرشتند به بالاترین رده مدیریتی به فرض اینجا حزب اسپده گفته میشه برگامایست یعنی شهردار بوندس آبایتس مینستر وزیر کار بوندس فینانس مینیستر، وزیر مالی که برای بوندس هست برای کل کشور افاقن زخلش کنسترکتیو با تجربه عملگرا و در اصل واقع بینانه و همچنین سازنده اینها صفت هایی هست که به ایشون اطلاق میشه زو بشخایبن این پولیتیش به بدین گونه یعنی با این صفت ها او را دوستانی که در سیاست داره توصیفش میکنند ازای توفلسیش نقل قول میشه که او آدم بسیار حسی هستش که بهش میشه اعتماد کرد آدم آدمی هستش که به قول معروف آدم قابل اعتماد یا قابل اطمینانی هستش و همچنین واقعا یک استاد هست در سازش کردن منظور با حزبای دیگه کمپرومیس به موقعی گفته میشه که دو نفر با همگی به توافق میرسن و تا حدودی از اون دیدگاه هایی که دارن یک مقدار عقب نشینی میکنن که بتونن با همدیگه صلح بکنند مایستا هم یعنی کسی که مایستا هستش و استاده در کاری بایشپیل دافیو اف دی پی فورن یک مثال برای همین اینکه ایشان آدم سازشگری هستند این هستش که تونسته که با حزب های گون، و اف اینها این, ها این رو تشکیل بدن علی این فرم های جنجال برانگیزی که در از داشته تونسته این کار رو انجام بده یعنی با اینکه دیدگاه های حزب با هم متفا... متفاوت بوده اینها تونستن با هم دیگه کوالیسیون رو تشکیل بدن برای دولت جدید آلمان Kritikerinnen und Kritiker bezeichnen ihn als langweilig und spröde. کسانی که منتقد ایشون هستن، خانم و آقایانی که منتقد ایشون هستن، او را مینامند یا خطاب می‌کنند، به عنوان یه آدمی که لانگ یعنی حوصله سربره و همچنین شپروده، یعنی کسی که شکننده است، یعنی آدمایی که حساس هستند. شپروده به چیزی میگن که شکننده است. Hamburg erlebte unter Bürgermeister Scholz 2017 die Ausschreitungen während des G20-Gipfels. هامبورگ تجربه کرد تحت شهرداری شولز که سمت شهردار شهر را داشته در سال 2017 در جریان اجلاس سران 20 کشور صنعتی دنیا و اون درگیری هایی که اتفاق افتاد رو. یعنی سال 2017 یه یعنی درگیری هایی در حین اجلاس سران بیست کشور صنعتی دنیا اتفاق افتاد که حین دوره بودش که ایشون بورگماستای هامبورگ بودند موتو د کوالیسیون شعار این کوالیسیون یا ائتلاف این سه تا حزب در آلمان چی هستش؟ میا فورتشریت واگن پیشرفت و یا توسعه روبه به جلوی بیشتر رو این جرأت رو بکنیم که این کار رو انجام بدیم این یه سیتات هستش در آلمان خیلی هم جمعه هم معروف از قدیم بوده فرچقت یعنی پیشرفت رو به جلو حرکت کردن واگن هم یعنی جسارت و جرأت کاری رو داشتن که کاری رو انجام بدن موتو هستش موتو یعنی شعار دست حدسش زنده از اون فوگنوم این موضوع رو دولت ایشان که تشکیل شده از سه اسپد اف و گونن در نظر دارن یعنی این شعارشون هستش زول ویل این کلیما و او منظور کوالیسیون یعنی این دولت اطلافی میخواد که در بغل بقیه کارها تحت کارهای دیگه به حفاظت از محیط زیست بیشتر سرمایه گذاری کنه و همچنین ساخت خانه منظور ساخت خانه های جدید میخوان سرمایه گذاری بکنن و این مشکل مسکن رو در آلمان حل بکنن آختی کانابیس لگالیزیغونگ از فوگزین همچنین آزادسازی و مجاز کردن مصرف ماریجوانا یا کانابیس یا علف یا گل هر هرچی اسمش رو میذارن این هم در دستور کار اینها هستش که در آلمان هم آزاد بشه بله دوستان عزیز ایشان اولاف شلت از امروز دیگه صدر آلمان هستند و با خانم آنگلا مکر دیگه خداحافظی بکنیم نظر خودتون رو راجع به ایشان آقای شولز در کامنت ها بنویسید و همچنین نظر خودتون رو راجع به خانم مرکل هم که به قول معروف طولانی ترین مدت صدر آلمان رو در دست داشتن هم بنویسید میخوام درست بدونم که نظر شما عزیزان راجع به این تغییرات مهمی که در آلمان اتفاق افتاده چه هستش؟ فرموش نکنید که ویدیو رو لایک بکنید و با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید شب روز خوبی براتون آرزو میکنم تا ویدیوهای بعد بدرود